پاسخ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پیشنهادهای برجامی ایران. جوزف بورل میگوید پاسخ شفافی نگرفتیم. وبسایت شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد مذاکرات وقت تلف کردن است. وقت شما خوش. با خبر 50 از ایران اینترنشنال هم را هستید. با من پریسا صدیقی، سایر ادوین خبری. اعتراض مردم شهر کرد به بیکفایتی مسئولان جمهوری اسلامی. شهر کرد بیش از یک هفته از آب آشامیدنی ندارد. تجمع دانش آموزان در اعتراض به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد کنکور. معترضان این مصوبه را موجب تشدید شکاف طبقاتی آموزشی می دانند. لیبره ترکیه دریافت میکنه یک پاس و اولین دفاع رو تیم ما انجام میده و اولین مدال والیبال زنان ایران پس از 56 سال. ضرب الاجل طرف اروپایی برای بررسی پیشنهادهای برجامی شب گذشته به پایان رسید. تهران پاسخ خود را داد، گرچه بنابر اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال این پاسخ احتمالاً نخواهد توانست رضایت طرفین اروپایی و به ویژه آمریکا را تامین کند. حالا گفته می شود ایران از اروپا و آمریکا خواسته تا فردا پاسخ دهد. در همین حال نور نیوز، پایگاه خبری نزدیک به شورای امنیت ملی ایران، گزارش داده پاسخ‌های هماهنگ کننده اروپایی با خواسته های تهران تطبیق 100% نداشته و ممکن است مذاکرات به شکست بیانجامد. هومن میرقاسمی و جزئیات بیشتر. دوشنبه 24 مرداد ماه، پیش از ساعت 12 شب و پایان مهلت، جمهوری اسلامی به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای رسیدن به توافق هسته‌ای پاسخ مکتوب داد. اخباری که این واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را به دنبال داشت. گزارش های نادرستی دست به دست شده و من سعی میکنم شفاف سازی کنم. ما در مورد روند و شرایط بازگشتمون به توافق برجام کاملا شفاف عمل کردیم، اما مسائلی که ایران روی میز گذاشته به وضوح خواسته های فرابرجامی هستند. هر بار که ایران سعی در مطرح کردن خواسته های فرابرجامی داشته، ما گفتیم تمرکز برجام فقط و فقط بر یک موضوع و اون برنامه هسته‌ای ایرانه. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است که این پاسخ احتمالاً رضایت طرفین اروپایی و آمریکا را تامین نمی‌کند. همین اطلاعات نشان می‌دهد متن نهایی اتحادیه اروپا مسائل پادمانی مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران و تضمین‌های اقتصادی برای انتفاع جمهوری اسلامی از احیای برجام را در بر می‌گرفت. اتحادیه اروپا در نهایت با افزودن بندی پیشنهاد داد ایران در ارائه پاسخ درباره یافته شدن اورانیوم غنی شده در 3 مکان اعلام نشده با آژانس همکاری کند. در عوض طرف‌های غربی آژانس را برای حصول توافق در این زمینه تشویق و از پایان مذاکرات برای مختوم شدن این پرونده حمایت کند. حالا ما می دانیم جمهوری اسلامی به این بند پاسخ مثبت داده، ولی در مورد تضمین‌های اقتصادی خیر. اول ایران می خواست آمریکا تضمین دهد از برجام خارج نخواهد شد. آمریکا گفت خیر. جمهوری اسلامی خواست در صورت خروج احتمالی دولت آینده آمریکا از برجام، شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران از اعمال تحریم‌های احتمالی آینده مصون بمانند. آمریکا قبول نکرد. پس از کمی کش و قوس، اتحادیه اروپا به ایران پیشنهاد کرد بندی در متن توافق گنجانده شود که به ایران تضمین دهد تا زمانی که دولت بایدن در کاخ سفید است، اگر برجام متوقف شود، این شرکت‌ها 1 سال از تحریم‌های آمریکا مصون بماند. حالا ایران قبول نکرده و به دنبال تضمین‌های بیشتر است. هنوز روشن نیست میزان مخالفت ایران با این بند چقدر است، ولی منابع مطلع میگویند اگر ایران مخالفت مبنایی با آن داشته باشد، باید مذاکرات برجام را شکست خورده قلمداد کرد. و از این رو به احتمال زیاد ایران با پذیرفتن پیشنهاد مربوط به مسائل پادمانی توپ را در زمین آمریکا انداخته تا مسئولیت شکست احتمالی توافق را متوجه دولت بایدن کند.
با این اوصاف نور نیوز، پایگاه خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، در گزارشی نوشته جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به دغدغه‌های ایران در سه محور اصلی پاسخ شفافی نداده. زمان به کندی می‌گذرد و پس از چند ماه چانه‌زنی توافقی حاصل نشده و هنوز مشخص نیست پاسخ ایران چیزی را حل می‌کند، مذاکرات ادامه خواهند یافت یا اینجا ایستگاه آخر است. هومن میرقاسمی، لندن. احمد صمدی همکارم از برلین ما رو همراهی میکنه. احمد، هم برای ما بگو از جزئیات پاسخی که ایران داده به پیشنهاد اروپا برای احیای برجام و هم واکنش‌های طرفین مذاکره. خب پریسا، واقعیتش اینه که طرف‌های مذاکره به ویژه خب طرف‌های اروپایی سعی می‌کنن که نسبت به موضوع فعلا واکنشی نشون ندن و امروز هم که با یکی از مذاکره کننده‌های ارشد اروپایی که مستقیم دخالت در گفتگو صحبت می‌کردم، گفت ترجیح میدم که فعلا وارد گفتگوها نشم، نخوام که اظهار نظری بکنم با خبرنگاران، چرا که ما الان در مرحله حساسی هستیم. اما خب می‌بینیم که از طرف ایران و همچنین روسیه از نه تنها از دیروز بلکه از روزهای قبل هم اظهار نظرها شروع شده و مدام گفته میشه که جمهوری اسلامی ایران اظهارات خودش رو اعلام کرده، پیشنهاداتی رو مطرح کرده، حتی آقای اولیانوف پا رو فراتر گذاشته و اعلام کرده که پیشنهادات ایران کاملا سازنده هستش و حالا توپ در زمین آمریکا هستش و این آمریکاست که باید تصمیم بگیره. خب طرف ایرانی هم معتقده که همچنان به توافق نزدیک هستیم نسبت به گذشته، اما هنوز نمیشه گفتش که تا چه حد میتونیم که مطمئن باشیم توافق دستیافتنی هست. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که به هر حال طرف ایرانی در سه موضوع این بار دیدگاه‌های خودش رو اعلام کرده، هرچند که مشخصه که اگر هم به این دیدگاه‌ها پاسخی داده بشه به صورت مثبت از طرف اروپا و ایالات متحده، معلوم نیستش که آیا ما شاهد این باشیم که این توافق قطعی هست یا نه. به هر حال اونچه که مشخصه این هستش که در زمینه مسائل اختلافات پادمانی جمهوری اسلامی ایران سکوت کرده و پاسخی رو نداده. برخی ها این سکوت رو به معنی رضایت تلقی کردن و معتقدن که بر اساس اونچه که در متن پیشنهادی اتحادیه اروپا هست، در بین فاصله توافق تا روز اجرایی شدن توافق که چیز در حدود 3 ماه خواهد بود، ایران باید با آژانس همکاری بکنه و در صورت همکاری و ارائه پاسخهای شفاف و مثبت، اون موقع کشورهای غربی میتونن که از آژانس بخوان که موضوع اختلافات پادمانی رو مختوم اعلام بکنه. اما در زمینه بحث تضمین ها هم که در گزارش هم بود، به هر حال ایران خیلی تلاش کرده که به هر حال بتونه که از ایالات متحده تضمین هایی رو بگیره. به این نتیجه رسیدن که در متن نهایی چیز در حدود 1 سال بعد از اینکه در صورت که ایالات متحده اگر از برجام خارج بشه، باز هم شرکت ها بتونن با ایران کار بکنن. اما اون چیزی که مشخصه این هستش که اگر درخواست های ایران در واقع تغییرات مبنایی باشه، از نظر ایالات متحده رد خواهد شد. این چیزی هستش که به هر حال من از یکی از مذاکره کننده های غربی دیروز شنیدم و بر این تاکید که اگر درخواست اصلاحات شکلی باشه، میشه تا حدودی مذاکرات رو ادامه داد. از توضیحاتت ممنونم همکارم احمد صمدی از برلین با ما همراهی میکرد. دو مهمان برای ادامه بحث با ما هستن. افشین شایی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد که اینجا در استودیو ما را همراهی میکنن. خیلی خوش آمد میگم به شما. و همینطور حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن از طریق اسکایپ با ما هستن. ممنون از حضورتون آقای علیزاده. آقای شایی، از شما شروع بکنیم با گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال که در واقع حکایت از این داره که مذاکرات بدون نتیجه به پایان میرسه، موضوعی که در واقع در خبری که نور نیوز هم مطرح کرد ساعتی پیش، در واقع همین سند ایران اینترنشنال رو تایید میکنه. توجه به تمام نتایجی که تا این لحظه داریم، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید به کدام سمت بره این مذاکرات؟ وقت شما بخیر خانم صادقی. اگر که ما به گزارش ایران انترنشنال و جزئیاتی که در اون منتشر شده توجه بکنیم، اولین واکنشی که میشه داشت به نظر من حیرت و تعجب هست که بعد از 16 ماه در واقع مذاکره، بعد از 16 ماه چانه‌زنی، جمهوری اسلامی عملا نتونسته هیچ گونه دستاورد قابل توجهی از ایالات متحده بگیره. ببینید، دو تا اگر بسیار بزرگ در این پیشنویس موجود وجود داره.
اگر اول در مورد مسئله پادمانی هست که ایران این رو میپذیره، جمهوری اسلامی این رو میپذیره که مشکلات خودش رو در مورد مسائل پادمانی و اون سه سایت مشکوک رو با آژانس حل بکنه، بعدن هم ایالات متحده و اروپا از آژانس میخوان که در واقع پرونده ایران رو ببنده. خب اگر که شما میخواستید همچین مشکلی رو حل بکنید که چرا 3 ماه پیش حل نکردید، چرا 4 ماه پیش حل نکردید، چرا زمانی که گروسی به تهران رفت و کمالوندی شخصا به گروسی این تعهد رو داد که تا مارچ این مسئله رو حل میکنه، چرا این مسئله حل نشد؟ مسئله بعدی هم در مورد این تضمین‌های اقتصادی است که به نظر من بیشتر شبیه کوبیدن آب در هاون بوده. نه تنها جمهوری اسلامی نتونسته هیچ گونه تضمین سیاسی بگیره، این مسئله تضمین‌های اقتصادی هم خب بله، دولت بایدن متعهد میشه تا زمانی که ما دولت دموکرات، دولت بایدن در قدرت هست، اگر که تحریم‌ها دوباره برگرده، اگر که ایالات متحده تصمیم بگیره که از توافق خارج بشه، این تحریم‌هایی که شامل این شرکت‌های خارجی میشه مثلا تا 1 سال اعمال نشه، در صورتی که به نظر من به مفهوم عملی و کاربردی مسئله هیچ گونه تغییر رو شرایط نمیذاره، چون سال 2015 هم که هیچ گونه از این پیش شرط ها وجود نداشت، عدم ثبات سیاسی کافی در جمهوری اسلامی هیچ گونه جذابیت جدی برای شرکت های بسیار بزرگ به وجود نیاورد که بیان سرمایه گذاری های بسیار سنگین بکنند، و با در نظر گرفتن شرایطی که امروز وجود داره، حالا این فرجه از 3 ماه بشه 1 سال، من واقعا بعید میدونم که زمینه جذابی رو به وجود بیاره که شرکت های خصوصا غربی بخوان وارد یک پروسه سرمایه گذاری در ایران بشن. پس بنابراین در تا این لحظه تغییرات بزرگی در این شرایط به وجود نیامد. آقای علیزاده، در کنار آنچه که امروز نور نیوز منتشر کرد و در واقع تایید سند اختصاصی ایران اینترنشنال است، اما در داخل ایران رسانه‌ها و مقامات همواره در تمام این مدت سعی کردن یک فضای خوشبینانه ای رو به تصویر بکشن، از اینکه ممکن است که نتیجه مذاکرات مثبت باشه، در حالی که آنچه که می‌بینیم در واقعیت اینقدر هم خوشبین نیست. با چه هدفی این کار انجام میشه؟ خب در واقع باید بگم که اون صداهای خوشبینانه بخشی از جریان حاکمیت هستند. یعنی امروز، همه امروز به روزنامه کیهان رو مطالعه کرده باشید، با زبان تندی تهدید کرده که تضمین‌ها و تحریم‌ها بایستی مسئله‌اش روشن بشه. اون صدایی که صدای خوشبینانه هستش در واقع جریان وابسته به دولت هست که میخوان بگن که تا اینجا ما موفقیت‌هایی حاصل کردیم، حتی مدعی شدن که دستاوردهایی که این تیم مذاکره کننده به دست آورده است بیش از تیم مذاکره کننده آقای عراقچی است. لذا فضایی که میخوان به اصطلاح فضایی که نشان شکست باشه رو نمیخوان داشته باشن ترسیم کنن. اما جناح مقابل درون همون اصولگرایان دارن میگن به شدت به این مسئله حمله کردند و تردیدهای جدی حاصل ایجاد کردند. اول به هر حال در وضعیت کلی آنچه که واقعیت هست اینه که مسئله مذاکرات الان وضعیت گرگومیش هست، وضعیتی که هیچ کس نمیتوانه بگه که آیا به طرف باز شدن هوا میره یا به طرف تیره تر شدن هوا. آنچه که روشن هستش این وضعیت، بله بفرمایید، صدای شما رو میشنویم. بله. بله، آنچه که از این وضعیت موجب شده که دولت تیم مذاکره کننده سعی کنه از خودش انعطاف نشون بده، ولی این شدت انعطافش موضوعی نیستش که مورد قبول دیگر گروه‌های درون حاکمیت باشه. خب آقای شاهی، اگر که ایران همچنان بخواد در واقع پافشاری بکنه بر گرفتن این تضمین‌ها و اون 3 محوری که در متن پیشنهادی خودش هم بهش اشاره کرده بود، در نهایت اروپا چه کاری میتونه انجام بده؟ و اگر کاری نخواد انجام بده اروپا، میتونیم بگیم که عملاً این مذاکرات به شکست میرسه؟ خانم صادقی، ما دیشب منتظر بودیم که بالاخره جمهوری اسلامی یک جواب قاطع به این ضرب العجلی که ایالات متحده و اروپا اعمال کرده بودن بده. جمهوری اسلامی از یک ضرب العجل دیگه عبور کرد و هنوز شرایط برجام، آینده برجام در یک حاله ابهام قرار داره. من بعید میدونم که حتی اگر که در روزهای آتی هم
جمهوری اسلامی یک جواب قاطع و یک جواب روشن نده، به شکل کلی پرونده برجام در واقع تعطیل بشه. ولی خب در شرایط فعلی به نظر من اون کاری که اروپایی‌ها میتونستن انجام بدن، خصوصا در حوزه تضمین‌های اقتصادی انجام دادن. دیگه چیزهایی که فراتر از این جمهوری اسلامی میخواد بره در مورد تضمین‌های سیاسی، از همون روز اول هم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی میدونست که عملا گرفتن اونها غیر ممکنه. گرچه که من واقعا اعتقاد دارم که این گونه مطالبات فرابرجامی که جمهوری اسلامی از روز اول داشت، دقیقا مطمئن بود که لزوما به اونها دسترسی پیدا نخواهد کرد، ولی از این گونه مطالبات فرابرجامی استفاده کرد که بر فضای رو به وجود بیاره، زمینه رو به وجود بیاره برای یک پیشرفت قابل توجه در برنامه‌های هسته‌ایش. من واقعا اعتقاد دارم حتی اگر که توافق هسته‌ای هم همین فردا امضا بشه، به نظر من این بیشتر یک تصمیم سیاسی است. در بعد فنی ایالات متحده و غرب به نظر من شکست قابل توجهی خورده و دیگه نمیتونه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مهار بکنه. جمهوری اسلامی غرب رو فریب داد، ایالات متحده رو فریب داد، یک سال و نیم وقت کشی کرد تا بتونه همچین پیشرفتی بکنه. به گمان من با توجه به داده‌های موجود، رسیدن جمهوری اسلامی به تسلیحاتی کردن برنامه‌های هسته‌ایش بیشتر مستلزم یک تصمیم سیاسی امروز تا یک پیشرفت جدی فنی. آقای علیزاده، بیشتر اشاره کردید که این صدای خوشبینی که از داخل شنیده میشه در واقع مربوط هست به بخشی از رسانه‌ها و مقامات حکومتی. در واقع ما در 15 ماه گذشته که از آمدن ابراهیم رئیسی هم میگذره، مدام رو شنیدیم که حکومت یک دست شده و فضا یک دست شده و تمام حکومت در واقع در اختیار اصولگرایان هست. اما آنچه که مطرحه اینه که در بین همین اصولگرایان هم یک دوگانگی در زمینه همین مسئله برجام به وجود آمده و در واقع نتایجی که بررسی میکنن بسیار متضاد با هم است. دلیلش چی است؟ نه، کاملا درسته. این کاملا شکاف در اون حاکمیت یک دستی که درست کردن پس از انتخابات و مجلس و قوه قضاییه کاملا به وضوح دیده میشه که برجام عامل جدا شدن اینها هستش. همونطور که گفتم حتی اصولگرایان دارن صدای معارضه به ایجاد میکنن. ببین دقت کنید، سه تا مسئله مهم در برجام هستش: مسئله تحریم ها، تضمین و مسئله پادمان. در مسئله پادمان موضوع گره خورده به فراتر از مسائل هسته‌ای. میگن که آقا سپاه پاسداران در منطقه دست و بال خودش رو جمع کنه. خب این همون بحث برجام دو بود که زمانی روحانی آمد گفت آقا برجام یک رو با موفقیت انجام دادیم، بریم سر مسئله برجام دو مسائل منطقه رو هم حل کنن. آقای خامنه‌ای شدیداً مخالفت کردش. الان هم اگر میخوان مسئله برجام سپاه رو، مسئله رفع تحریم از سپاه رو حل کنن، بایستی وارد مذاکرات کاملا غیر برجامی بشن. در مورد تحریم ها هم فهمیدیم که آمریکا مثلا تحریم رو از 1700 تحریم 1200 رو میخواد برداره. مثلا یکیش مورد تحریم بر روی آقای جنتی است. مثلا همچین موارد ضعیفی هم وجود داره و تحریم ها یک جا برداشته نمیشود. ایران نمیتواند راستی آزمایی بکنه. حتی تحریم بر سپاه رو هم گفتن بخشی از شرکت ها و نهادهای زیر سپاه رو، حتی نگفتن قرارگاه های سازندگی مثل قرارگاه خاتم الانبیا رو از تحریم برمی‌دارن. این هم در مورد اینجا. مسئله مهمتر هم مسئله تضمین هاست که به هیچ وجه نه در قدرت آقای بایدن هست این تضمین رو بده، همونطور که آقای کارشناس دیگر برنامه گفتن، و هم این که مسئله این هستش که اگر هم تضمین بدهد واقعا اعتباری بهش نیستش. اینجاست که آنچه که داده یافته‌ای که من پیدا کردم میخوام جهت اطلاع عموم اعلام کنم این هستش که تهران تضمین رو به ترغیب کاهش داده. ترغیب یعنی چی؟ یعنی که ایالات متحده قوت قلب بدهد به شرکت ها و بانک های خارجی که با ایران میخوان وارد مذاکره بشن، زیر تحریم نخواهند قرار. این ترسی که الان حاکم هست، تهران خواسته که اگر شما نمیتوانید به ما تضمین بدهید، لااقل شرکت ها بانک های طرف همکاری با ما رو شما ترغیب کنید.
حسین علیزاده تحلیلگر روابط بین‌الملل که از طریق اسکایپ از لندن با ما همراهی می‌کرد و اینجا در استودیو افشین شاهی استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه برادفورد. ممنونم از حضورتون در برنامه. و اما تا دقایقی دیگر به اعتراضات در شهر کرد در پی قطعی آب می‌پردازیم. مردم شهر کرد که در اعتراض به بی‌کفایتی حکومت شعار می‌دهند بیش از یک هفته است که آب آشامیدنی ندارد. خبر 50 است ادامه بدیم با هم با مروری بر مهم‌ترین عناوین خبری. پاسخ مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به پیشنهادهای برجامی ایران. جوزف بورل میگوید پاسخ شفافی نگرفتیم. وبسایت شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد مذاکرات وقت تلف کردن است. اعتراض مردم شهر کرد به بیکفایتی مسئولان جمهوری اسلامی. شهر کرد بیش از یک هفته از آب آشامیدنی ندارد. تجمع دانش آموزان در اعتراض به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد کنکور. معترضان این مصوبه را موجب تشدید شکاف طبقاتی آموزشی می دانند. لیبره ترکیه دریافت میکنه یک پاس و اولین دفاع رو تیم ما انجام میده. اولین امتیاز و اولین مدال والیبال زنان ایران پس از 56 سال. شماری از شهروندان در شهر کرد یک هفته پس از قطع مداوم آب در این شهر و روستاهای اطرافان امروز مقابل استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با شعارهای ضد حکومتی خواستار پاسخگویی مسئولان شدند. همکار فیروزه جامانی اینجا در استودیو ما را همراهی میکنه. یک هفته از مردم شهر کرد آب ندارن. این اعتراضات رو دقیقا الان برای ما تشریح کن، جزئیاتش چی هست؟ یه جمع‌بندی داشته باشیم که چه گذشته و این اعتراض‌ها در واقع از کی شروع شده. بیش از یک هفته الان داره میشه پریسا که مردم در شهر کرد در روستاهای اطراف آب ندارن، در این گرانی باید برن آب تهیه کنن و با توجه به این شرایطی که دارند برای حداقل‌ها باید یا از تانکرها آب تهیه کنن یا اینکه در این گرمای تابستان روزگار بگذرونن. کسی پاسخ اینها رو نداده. اینها به طور متناوب برای ما هم گزارش فرستادن، در رسانه‌های اجتماعی صحبت کردن، شرایطشون رو مطرح کردن، کسی پاسخشون رو نداد. امروز مقابل استانداری رفتند، خواستار استعفای استاندار شدن وقتی پاسخی نگرفتن. به در واقع دولت در واقع خواستن که پاسخی بده و همطور صدا سیما رو خطاب قرار دادن که بیش از یک هفته است که گزارش‌ها و شرایط اینها رو پوشش نداده. اما پاسخ، تنها پاسخی که دریافت شده در طی این 9 روز نماینده این شهر بوده که مشکل رو آبفا دونسته. آبها هم چه پاسخی میدهد؟ میگوید که به دلیل سیل‌های متناوب اخیر در واقع سرچشمه کوهرنگ دچار گلالودگی شده و بیش از حد دچار کدورت شده و اینها تصمیم گرفتن آب رو ببندن و بعد این منطقه به این بزرگی تصفیه خونه هم نداره، یعنی باید معطل بمونن تا کدورت آب بگذره. بریم یک بخش دیگری از اعتراض‌ها رو ببینیم با هم برمیگردیم. 1401 شهر کرد اعتراض به قطعی چند روزه آب جلوی استاندار. امروز 25 مرداد ماه 1401 اعتراض بیابی بستن چهار استانداری در شهر کرد. امروز 25 مرداد 1401 بستن چهار راه استانداری شهر کرد به خاطر قطعی چند روزه آب.
همونطور که دیدید تصاویر رو این اعتراض ها ادامه داشته و بعد شهروند دیگری برای ما گزارشی فرستاده از برخورد نیروی انتظامی با معترضان در بخشی از این اعتراض ها. نیروی انتظامی برخورد کرده، خواستار این شده که مردم متفرق شن و در گزارشی که خواهیم دید مادری میگه به نیروی انتظامی که چرا به جای اینکه پاسخ ما رو بدید ما رو متفرق میکنید، من فرزندی دارم تشنه است، کودکی دارم مریضه و من نیاز دارم که به طور روزه آخه مگر میشود 9 روز بدون آب، نزدیک به 9 روز بدون آب شرب زندگی کرد. در واقع نیروی انتظامی هم فقط تنها چیزی که میگه متفرق میشه و خواستار توقف اعتراض هاست. پس تا اینجایی که ما در تصاویر میبینیم کسی باز هم امروز با توجه به اعتراض مردم پاسخ روشنی نداد داده به این شهر فنده. ببینیم این چشت رو از صبح با این گزارش های شهروندان رو دریافت میکردیم، روزهای پیشتر هم مسئله بیابی اینها رو در واقع پوشش میدادیم. گزارش هایشون رو میتونن شهروندان یا تصاویر یا متنشون رو مثل همیشه به تلفن های ما در رسانه های اجتماعی بفرستن، ما اونها رو پوشش خواهیم داد. ممنونم از توضیحاتت فیروزه جابانی، اینجا در استودیو ما رو همراهی میکرد. اما حالا وقتش میرسه که نگاهی هم با هم داشته باشیم به روایت هایی که شما فرستادید. نوشین خانی اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه تا از روایت‌های شما بگه. نوشین پریسا، ویدیوی اولی که می‌خوایم ببینیم مربوط میشه به کیفیت نان که در روزهای گذشته هم شماری از شهروندان و مخاطبان ایران اینترنشنال برای ما ویدیو در همین رابطه فرستادن و از کیفیت نون انتقاد کردن. مهمترین چیزی که شهروندها دارن بهش اشاره میکنن در این باره اینه که شاید قیمت نان تغییر نکرده اما اندازش بسیار کوچک شده و همینطور کیفیتش هم اومده پایین. یک ویدیو با هم ببینیم. سلام، امروز رفتیم نون بگیریم که با این صحنه مواجه شدیم. نون ها کوچکتر از قبل شده ولی خب قیمتش هم افزایش دادن، دونه 3 تومن و خیلی کوچکتر از قبل شده. در ویدیویی که به ایران اینترنشنال رسیده شهروندی از منطقه مطهری کرج از قطعی آب انتقاد میکنه و میگه به دلیل بیکفایتی مسئولان سازمان آب هر شب در این منطقه آب قطع میشه. با همین ویدیو رو ببینیم. با سلام خدمت شبکه خوب ایران اینترنشنال، قطع هر شب آب از ساعت 7 غروب الا 2:30 شب به دلیل بیکفایتی مسئولین منطقه مطهری کرج، مسئولین سازمان آب منطقه مطهری. هر شب همین وضعیت رو داریم ما. امیدوارم پخش بشه. در ساعات گذشته کاربران رسانه‌های اجتماعی از کند شدن و عدم دسترسی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام خبر دادن. یکی از بیننده‌ها در همین زمینه ویدیویی برای ما ارسال کرده که با هم می‌بینیم. با درود، به شاتل خوش آمدید. For English please press 9. با هدف بهبود شیوه پاسخگویی، مکالمات شما ضبط و شما نظرخواهی خواهد شد. در حال حاضر روی شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و اینستاگرام اختلالی وجود دارد که منبع آن خارج از شبکه شاتل است. همکاران ما در حال پیگیری با مبادی مربوط هستند. از صبوری شما سپاسگزاریم. در ویدیوی بعدی شهروند دیگری از تجمع شماری از مالباختگان تاج خودرو کاسپیان مقابل این شرکت در قزوین روایت میکنه. به گفته این شهروند این شرکت از مردم پیش پرداخت دریافت کرده اما هنوز خودروی اونها رو تحویل نداده. 5 مرداد 1401 اینجا پونک قزوین تاج خودرو کاسپیان قزوین کلاهبرداری کرده، ماشینای مردم نمیده، فرار کرده.
اما ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که حفاری قبر یک امامزاده در روستای گوشه در استان چهارمحال و بختیاری رو نشون میده و بر اساس گزارش‌ها این اقدام به نیت کشف گنج در این مکان انجام شده و علاوه بر این برخی از اشیای موجود در این مکان هم به سرقت رفته. ببینیم. گاو و طلا، مس و جوهره میکنید. امامزاده گوشه است که دوستان دیشب حمله کردن و هرچی داشتن داشتن بودن. شک نکنید خود امام حسینم خود باید دست بگیرد. اینا خیلی بزرگوارن، اینا سم و تحملش زیاد نشونش میده. مرتین بیه نشونش 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 و در پایان این بخش هم ویدیویی ببینیم از حیات خانه هوشنگ ابتهاج که برای مراسم تشییع پیکر این شاعر و پژوهشگر برجسته ای ایرانی آماده میشه. پیکر هوشنگ ابتهاج قرار است چهارشنبه 26 مرداد به تهران برسه و مراسم تشییع پیکر این هنرمند روز پنج شنبه 27 مرداد انجام خواهد شد. این هم از روایت شمای دیگر. تصاویر و ویدیوهایی که دوست دارین شنیده و دیده بشن از طریق تلگرام و واتساپ به شماره 20447873000 برای ما بفرستین تا روایت شمای دیگه هم برمیگردم به پریسا. ممنونم از تو نوشین خانی، اینجا روایت های شما رو در استودیو بررسی میکرد. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال اما نشان میدهد شماری از داوطلبان کنکور 1402 مقابل سازمان سنجش در اعتراض به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کردند. این دانش آموزان میگویند وضع مصوبه جدید شکاف طبقاتی آموزشی موجود را تشدید خواهد کرد. تأثیر معدل بر نتیجه کنکور از بندهای این مصوبه است. عدالت آموزشی حق مسلم ما، عدالت آموزشی حق مسلم ما، مصوبه شورا بر ضد ما محروم، مصوبه شورا بر ضد ما محروم، گول نباید گردد، حقیقت شما گول نباید گردد. بر طبق آمار رسمی مسئولین آموزش و پرورش از حدود 4000 مدرسه در تهران، حدود 54% مدارس به صورت دولتی و با حمایت دولت مشغول به کار هستند و حدود 46% هم به صورت غیر دولتی، نمونه دولتی و شاهد مشغول به فعالیتند. با این حال دانش آموزان مدارس غیر دولتی تنها 12% از کل جمعیت دانش آموزان شهر تهران را به خود اختصاص میدند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از استانبول ما را همراهی می‌کنند. وضعیت آموزش پرورشی که قرار بود آقای بهرامی بنابر قانون رایگان باشه به جایی رسیده که الان در واقع تحصیلات عالی به مرز غیر ممکن رسیده برای کسانی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند. چرا همه چیز رو در واقع پول تعیین می‌کنه؟ چرا آموزش و پرورش شرایطش رو شده که فقط پول می‌تونه افراد رو به تحصیلات عالی برسونه؟ درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. من ابتدا اصلاح کنم که این مدارسی که واجد رتبه های کنکور شدن عموما مدارس دولتی ولی پولی هستن، یعنی باید توجه داشته باشیم و این نکته رو در نظر بگیریم، لحاظ کنیم که مدارس استعدادهای درخشان که حدوداً 72% رتبه های زیر 40 رو امسال به خودشون اختصاص دادن و این مسئله تو رسانه ها خیلی بولد شد، این مدارس مدارس غیر دولتی نیستن. یعنی یه عده علاوه بر این که به درستی به مسئله بی‌عدالتی آموزشی اشاره میکنن، اما از طرفی
دوست دارن این رو در مدارس غیر دولتی یا همون غیر انتفاعی های سابق خلاصه کنن که واقعا اینجوری نیست. ما حدود 12% از دانش آموزان ما در مدارس غیر دولتی هستن و رتبه های برتر کنکور رو اینا هر ساله حدودا 20% یا حتی کمتر به خودشون اختصاص میدن که چیز عجیبی نیست. اما اشکال کجاست؟ اشکال اینجاست که حکومت اومده همین مدارس رو در قالب دولتی خودش نگه داشته اما پولی کرده اینها رو. اکثر مدارسی که الان از دانش آموزان پول میگیرن برخلاف اصل 30 قانون اساسی مدارس دولتی هستن، مدارس سمپاد، مدارس شاهد، اینا همه دولتی هستن و دولت هزینه آموزشی رو به خود خونوارها و خود پدر و مادرها انتقال داده و این مسئله رو ما در حوزه های دیگه هم شاهد هستیم. اما اومده یک نمونه کوچیکی از این مدارس رو که حدوداً کمتر از 2% دانش آموزا رو پوشش میده، یعنی سمپاد رو، اینها رو نگه داشته، چرا که رتبه های بین المللی و در المپیادهای بین المللی اینها میدرخشن و نظام پوز میده به اصطلاح که ما مثلا در میادین علمی دنیا داریم میدرخشیم، در حالی که اینا کلن این مدارس نمونه و استعدادهای درخشان کلن زیر 2% دانش آموزای ما رو پوشش میدن و حدود بیش از 90% مدارس کشور کاملا ویرانه و رها به حال خودشون رها شدن و حتی پول اون بدیهیات و اون لوازم ابتدایی حتی توی توپ ورزشی رو از اولیا و از دانش آموزان دریافت میکنن. آقای بهرامی، این توضیحاتی که شما دارید کاملا درست، در کنارش الان مصوبه‌ای که موجب اعتراض شده اون مصوبه تاثیر معدل هست بر نتیجه کنکور، اعمالش در کنکور که دانش آموزانی که سال آینده کنکور خواهند داشت در 1402 بهش اعتراض دارند. چه پیامدهایی داره این مسئله؟ چه تأثیری داره بر اون در واقع شکاف طبقاتی که در آموزش هر روز داره بیشتر میشه؟ نگرانی این دانش آموزانی که تجمع کردن یا در شبکه‌های اجتماعی دارن اعتراض میکنن کاملا به حق و بجاست، چرا که کنکور علارغم معایبی که داره، علارغم این که حتی در کنکور هم تقلب میشه، اما شما تصور کنید بحث کنکور و ورود به دانشگاه سپرده بشه به مدارس یا حداقل سهم عمده‌ای رو مدارس به عهده بگیرن، اون موقع راه اعمال نفوذ و راه دستکاری و راه این که دانش آموزان مرفه‌تر، دانش آموزانی که پدر و مادر و نفوذ بیشتری در ساختار اداری دارن، از طریق همون مدارس راحت‌تر میتونن اعمال نفوذ کنن و دانشگاه‌های برتر و با کیفیت‌تر رو نصیب خودشون کنن. علارغم اینکه کنکور همیشه یک دغدغه‌ای برای نسل نوجوان و دانش آموزان پشت کنکوری ما بوده، ولی هنوز هم عادلانه‌ترین راه برای توزیع کرسی‌های دانشگاه همین کنکوری هست که وجود داره. سپاسگزارم از توضیحات شما. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از استانبول. گلاره پور، نوازنده ایرانی کمانچه و قیچک آلتو، خواننده و آهنگساز ساکن استرالیا است که در طول 10 سال زندگی در این کشور توانسته با عرضه 6 آلبوم تجربه منحصر به فردی را در زمینه همکاری با موزیسین‌های متفاوت کسب کند. علاقه ویژه این هنرمند به طبیعت الهام بخش کارهای اوست. علیرضا محبی و جزئیات بیشتر. من گلاره پور هستم، نوازنده کمانچه، قیچک آلتو، خواننده و آهنگساز. 10 سال پیش از ایران به استرالیا مهاجرت کردم و پس از مهاجرتم همونطور که توی ایران به کار موسیقی مشغول بودم، اینجا هم شروع به کار کردم. چند فرهنگی بودن استرالیا روی موسیقی من خیلی تأثیر گذاشت. من میتونستم بشینم کنار موزیسین‌هایی که از کشورهای مختلف و از ژانرهای مختلف میومدن، باشون کار بکنم، ازشون تأثیر بگیرم و روشون هم تأثیر بذارم. دو گروه هستن که من همیشه باشون کار میکنم. یکی زوج که یک گروه 2 نفره هست و یکی هم گلاره پورز گاردن که یک گروه 4 نفره هست. دلیل اسم گلاره پورز گاردن، علاقه من به باغ، باغبونی و طبیعت هست و طبیعت روی کار من تأثیر خیلی زیادی داره. با اینکه مضمون همیشه به فارسی هست و من هم به فارسی میخونم،
تماشاگرایی که توی اتاق با من هستن ممکنه متوجه نشن که معنی این اشعار چی هست، ولی به خاطر اینکه من اصولاً شعرهام رو خیلی در ارتباط با فضا، مکان و حال و هوای اجرام انتخاب میکنم، این مفهوم همیشه به تماشاچی منتقل میشه. یا در آغوش من به دلیل علاقه زیادم به طبیعت و اینکه همیشه دوست دارم پروسه ساخت موسیقیم مثل طبیعی بودن زندگی اطرافمون باشه، تونستم با افراد خیلی زیادی در ارتباط باشم، باهاشون دوست بشم، باهاشون کار بکنم، بفهممشون و دلم رو رو بهشون باز بکنم و بهشون اجازه بدم که من رو هم بفهمن. این باعث شده که من بتونم در این کشور با اینکه از ایران اومدم یه خونه جدید برای خودم بسازم و توش احساس امنیت بکنم. فکر میکنم موسیقی و کمانچه تونسته به من کمک بکنه که یه خونه جدید برای خودم اینجا بسازم. از دنیای هنر دور نشیم، یادآوری میکنیم که در قسمت جدید مجموعه بوم و گل با زندگی و آثار مصطفی سروریان نقاش مشهور آشنا میشیم. از شما دعوت میکنم امشب ساعت 19:30 به وقت تهران بیننده بوم و گل باشید. فراموش نکنید که تا لحظات دیگر همکارانم در بخش ورزشی با شما خواهند بود و از تازه های دنیای ورزش خواهند گفت و بعد من مجددا با ادامه خبر 5 با شما هستم. با سلامی دوباره با ادامه خبر 5 همراه شما هستیم. مروری بر مهمترین عناوین خبری. پاسخ مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به پیشنهادهای برجامی ایران، جوزف پورل میگوید پاسخ شفافی نگرفتیم. وبسایت شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد مذاکرات وقت تلف کردن است. اعتراض مردم شهر کرد به بیکفایتی مسئولان جمهوری اسلامی. شهر کرد بیش از یک هفته است آب آشامیدنی ندارد. صدور حکم دادگاه تجدید نظر دادخواهان سلامت، حکم سنگین زندان و محرومیت اجتماعی این گروه عیناً تایید شد. و همزمان با گزارش‌ها از کسری بودجه 150 تریلیون تومانی دولت در 4 اول سال، روزنامه دولتی ایران اعلام کرد اعطای کوپن بار مالی دولت را افزایش می‌دهد. ضرب‌الاجل طرف اروپایی برای بررسی پیشنهادهای برجامی شب گذشته به پایان رسید. تهران پاسخ خود را داد، گرچه بنابر اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال این پاسخ احتمالاً نخواهد توانست رضایت طرفین اروپایی و به ویژه آمریکا را تامین کند. حالا گفته می‌شود ایران از اروپا و آمریکا خواسته تا فردا پاسخ دهد. در همین حال نور نیوز، پایگاه خبری نزدیک به شورای امنیت ملی ایران، گزارش داده پاسخ‌های هماهنگ کننده اروپایی با خواسته‌های تهران تطبیق 100% نداشته و ممکن است مذاکرات به شکست بیانجامد. همان میخواستمی و جزئیات بیشتر. دوشنبه 24 مرداد ماه پیش از ساعت 12 شب و پایان مهلت، جمهوری اسلامی به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای رسیدن به توافق هسته‌ای پاسخ مکتوب داد. اخباری که این واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را به دنبال داشت. گزارش‌های نادرستی دست به دست شده و من سعی می‌کنم شفاف سازی کنم. ما در مورد روند و شرایط بازگشتمون به توافق برجام کاملاً شفاف عمل کردیم. اما مسائلی که ایران روی میز گذاشته به وضوح خواسته‌های فرابرجامی هستند. هر بار که ایران سعی در مطرح کردن خواسته‌های فرابرجامی داشته، ما گفتیم تمرکز برجام فقط و فقط بر یک موضوع و اون برنامه هسته‌ای ایرانه. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است که این پاسخ احتمالاً رضایت طرفین اروپایی و آمریکا را تامین نمی‌کند. همین اطلاعات نشان می‌دهد متن نهایی اتحادیه اروپا مسائل پادمانی مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران و تضمین‌های اقتصادی برای انتفاع جمهوری اسلامی از احیای برجام را در بر می‌گرفت. اتحادیه اروپا در نهایت با افزودن بندی پیشنهاد داد ایران در ارائه پاسخ درباره یافته شدن اورانیوم غنی شده در 3 مکان اعلام نشده با آژانس همکاری کند
در عوض طرف‌های غربی آژانس را برای حصول توافق در این زمینه تشویق و از پایان مذاکرات برای مختوم شدن این پرونده حمایت کند. حالا ما می‌دانیم جمهوری اسلامی به این بند پاسخ مثبت داده، ولی در مورد تضمین‌های اقتصادی خیر. اول ایران می‌خواست آمریکا تضمین دهد از برجام خارج نخواهد شد. آمریکا گفت خیر. جمهوری اسلامی خواست در صورت خروج احتمالی دولت آینده آمریکا از برجام، شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران از اعمال تحریم‌های احتمالی آینده مسئول بمانند. آمریکا قبول نکرد. پس از کمی کش و قوس، اتحادیه اروپا به ایران پیشنهاد کرد بندی در متن توافق گنجانده شود که به ایران تضمین دهد تا زمانی که دولت بایدن در کاخ سفید است، اگر برجام متوقف شود، این شرکت‌ها یک سال از تحریم‌های آمریکا مسئول بمانند. حالا ایران قبول نکرده و به دنبال تضمین‌های بیشتر است. هنوز روشن نیست میزان مخالفت ایران با این بند چقدر است، ولی منابع مطلع میگویند اگر ایران مخالفت مبنایی با آن داشته باشد، باید مذاکرات برجام را شکست خورده قلمداد کرد. و از این رو به احتمال زیاد ایران با پذیرفتن پیشنهاد مربوط به مسائل پادمانی توپ را در زمین آمریکا انداخته تا مسئولیت شکست احتمالی توافق را متوجه دولت بایدن کند. با این اوصاف نور نیوز، پایگاه خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، در گزارشی نوشته جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به دغدغه‌های ایران در سه محور اصلی پاسخ شفافی نداده. زمان به کندی می‌گذرد و پس از چند ماه چانه‌زنی توافقی حاصل نشده و هنوز مشخص نیست پاسخ ایران چیزی را حل می کند، مذاکرات ادامه خواهند یافت یا اینجا ایستگاه آخر است. هومن میرقاسمی، لندن. حتما با کارشناسی در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما پیش از اون جزئیات بیشتر از آخرین واکنش ها را از همکارم احمد صمدی بشنویم. طرف های مذاکره به ویژه طرف های اروپایی سعی میکنن که نسبت به موضوع فعلا واکنشی نشون ندن و امروز هم که با یکی از مذاکره کننده های ارشد اروپایی که مستقیم دخالت در گفتگو صحبت میکردم، گفت ترجیح میدم که فعلا وارد گفتگوها نشم، نخوام که اظهار نظری بکنم با خبرنگاران، چرا که ما الان در مرحله حساسی هستیم. اما خب میبینیم که از طرف ایران و همچنین روسیه از نه تنها از دیروز بلکه از روزهای قبل هم اظهار نظرها شروع شده و مدام گفته میشه که جمهوری اسلامی ایران اظهارات خودش رو اعلام کرده، پیشنهاداتی رو مطرح کرده، حتی آقای اولیانوف پا رو فراتر گذاشته و اعلام کرده که پیشنهادات ایران کاملا سازنده هستش و حالا توپ در زمین آمریکا هستش و این آمریکاست که باید تصمیم بگیره. خب طرف ایرانی هم معتقده که همچنان به توافق نزدیک هستیم نسبت به گذشته، اما هنوز نمیشه گفتش که تا چه حد میتونیم که مطمئن باشیم توافق دستیافتنی هست. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که به هر حال طرف ایرانی در سه موضوع این بار دیدگاه‌های خودش رو اعلام کرده، هرچند که مشخصه که اگر هم به این دیدگاه‌ها پاسخی داده بشه به صورت مثبت از طرف اروپا و ایالات متحده، معلوم نیستش که آیا ما شاهد این باشیم که این توافق قطعی هست یا نه. به هر حال اون چه که مشخصه این هستش که در زمینه مسائل اختلافات پادمانی جمهوری اسلامی ایران سکوت کرده و پاسخی رو نداده. برخی ها این سکوت رو به معنی رضایت تلقی کردن و معتقدن که بر اساس اون چه که در متن پیشنهادی اتحادیه اروپا هست، در بین فاصله توافق تا روز اجرایی شدن توافق که چیز در حدود 3 ماه خواهد بود، ایران باید با آژانس همکاری بکنه و در صورت همکاری و ارائه پاسخهای شفاف و مثبت، اون موقع کشورهای غربی میتونن که از آژانس بخوان که موضوع اختلافات پادمانی رو مختوم اعلام بکنه. اما در زمینه بحث تضمین ها هم چون که در گزارش هم بود، به هر حال ایران خیلی تلاش کرده که به هر حال بتونه که از ایالات متحده تضمین هایی رو بگیره. به این نتیجه رسیدن که در متن نهایی چیز در حدود 1 سال بعد از اینکه در صورت که ایالات متحده اگر از برجام خارج بشه، باز هم شرکت‌ها بتونن با ایران کار بکنن. اما اون چی
که مشخصه این هستش که اگر درخواست های ایران در واقع تغییرات مبنایی باشه از نظر ایالات متحده رد خواهد شد. این چیزی هستش که به هر حال من از یکی از مذاکره کننده های غربی دیروز شنیدم و بر این تاکید که اگر درخواست اصلاحات شکلی باشه میشه تا حدودی مذاکرات رو ادامه داد. دامون محمدی تحلیلگر سیاسی ما رو همراهی میکنند. آقای محمدی، روز گذشته که با هم صحبت میکردیم در پاسخ به سوال من درباره اون چه که حالا شما پیش بینی میکنید از این مذاکرات، اشاره کردید به اینکه جمهوری اسلامی در شرایط دست بسته ای قرار داره که اونها رو در موقعیت تغییر موضع قرار میده. چقدر پاسخ شب گذشته جمهوری اسلامی و مجموعه خبرهایی که امروز داری مؤید این شرایط هست؟ درود بر شما. خدمت شما عرض بکنم که ببینید وقتی که میریم ریز میشیم در رابطه با اون چیزی که جمهوری اسلامی تقاضا میکنه برای اینکه بیا تغییرات شکلی رو ایجاد بکنه، میبینیم که در نهایت خیلی تفاوتی نداره و خیلی مسئله جدی تاکید جمهوری اسلامی برای این مسئله. برای مثال عرض میکنم خدمتتون در رابطه با همین بحثی که بحث تضمین ها رو داره مطرح میکنه، تضمین ها فقط محدود به دوره آقای بایدن هست، یعنی به هیچ وجه آقای بایدن نمیتونه برای دولت بعدی تصمیم گیری بکنه و خب قطعا هم آقای بایدن اگر این تضمین هم نده نسبت به توافق پایدار خواهد بود. یا مثلا در رابطه با بحث آژانس که داره مطرح میشه، قطعا اگر ایران بخواد با آژانس همکاری بکنه اروپا همکاری میکنه و اون رو حمایت میکنه. همه اینها نشون از این داره که به نظر میاد که جمهوری اسلامی داره واقعا یه جوری بازی میکنه که اگر هم به نتیجه نرسید اینو بندازه گردن آمریکا، یعنی چون تأکیدی که داره روی مسائل میشه خیلی مسئله جدی نیستن اگر واقعا ما بخوایم این مسئله رو بپذیریم. نکته که وجود داره همین که ایران پاسخ داده به این مسئله و سریع اومده اون برنامه زمانبندی رو رعایت کرده و اروپا هم نسبت به این تشکر کرده و شاید اینجور تعجب کرده، نشان از این داره که جمهوری اسلامی دنبال این هست که باز هم یه مقداری نه فرصت رو بسوزونه نه اینکه در واقع موضع روشن بگیره، وگرنه صلاح در این بود که خیلی روی مسئله پافشاری نمی‌کرد. من فکر می‌کنم یه سری از مسائل داخلی هم باعث شده که اینا خیلی رو مسائل شکلی کار بکنن، ولی قطعاً اگر این مسئله رو بخوان دوباره موکول بکنن به بعد از انتخابات یا بعد از در واقع مشورت جلسه شورای حکام، میتونه کلا داستان رو به شکل دیگه ای تغییر بده، خصوصا اینکه فرصت بیشتری پیدا میشه برای تندروهای داخل کشور. آقای محمدی، با وجود خوشبینی هایی که در مورد نتیجه مذاکرات به وجود آمده بود، مخصوصا این خوشبینی ها رو ما از داخل از سمت رسانه حکومتی خیلی زیاد میشنیدیم، اما امروز نور نیوز رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که مذاکره وقت تلف کردنه. آیا ما میتونیم بگیم که یک نگاه حاکم بر جمهوری اسلامی به مذاکرات؟ دقیقاً همینه. من عرضم در قسمت اولم هم همین بود، به خاطر اینکه اگر واقعاً جمهوری اسلامی می‌خواست توافق بکنه، قشنگ مشخصه که شما اگر در واقع روح برجام رو یا روح این توافق برای اینکه شما یک فعالیت منطقی داشته باشی و این فعالیت منطقی اگر به تایید آژانس برسه، نهایتاً شما توافقاتی که با دنیا داری رو می‌تونید پیگیری بکنی و دنبال بکنی. اصل داستان برمیگرده به اینکه حتی در اون زمان آقای ترامپ هم به این شکل این روح برجام زیر سوال رفته بود. نکته‌ای که وجود داره اینه که از مجموعه این کش دادن مذاکرات به نظر میاد که و همچنین توافقی که با آژانس نمیتونیم بکنیم، ما داریم بازم دوباره برمیگردم به همون بحثی که قبلا داشتم، وقتی که آژانس باز هم به عنوان یک مسئله مطرح میشه که شما باید مسئله پادمانی رو باش حل بکنی و این رو بارها تکرار شده، این نشان از این داره که در واقع جمهوری اسلامی میخواد یک مشکلی رو با مسئله سیاسی حل بکنه و این خودش گواه از این داره که قطعا با آژانس باز هم به مشکل خواهد خورد. سپاسگزارم از توضیحات شما دامون محمدی تحلیلگر سیاسی که همراه ما بود. عبدالکریم سروش پژوهشگر دینی در سخنرانی آنلاین خود در مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا به موضوع حمله اخیر به سلمان رشدی و ریشه های فتوای روح الله خمینی اشاره کرد. سروش در این سخنرانی با روایت پشت پرده فتوای خمینی تاکید کرد که فتوای نخستین رهبر جمهوری اسلامی از اساس ریشه مذهبی نداشته و از اول حکمی سیاسی بوده. شماری از چهره‌های علمی، فرهنگی و هنری ایرانی در بیانیه‌ای با انتقاد از فتوای روح‌الله خمینی حمله به سلمان رشدی را محکوم کردند. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی فتوای متحجرانه روح‌الله خمینی را با بی‌اعتنایی کامل به حق آزادی بیان و عقیده زنده نگه داشته است. یرواند ابراهامیان، تورج عطابکی، بهروز بیاد و مهرانگیز کار از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
ساعتی پس از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که بدون محکوم کردن حمله به سلمان رشدی خود او و حامیانش را مقصر دانسته بود، مقام‌های آمریکا و بریتانیا به این اظهارات واکنش نشان دادند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اظهارات مقام جمهوری اسلامی درباره حمله به سلمان رشدی را منزجر کننده خواند. یک سخنگوی دولت بریتانیا هم اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی را مسخره و مضحک دانست. مقابل پارلمان بریتانیا هستیم، جایی که برخی از نمایندگان او به تندی از اظهارات وزارت خارجه ایران مبنی بر محکوم نکردن حمله به سلمان رشدی انتقاد کردند. دیوید لامی، یکی از اعضای ارشد پارلمان بریتانیا، خواستار این شده که فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی بیاد برای اینکه از موضع خودش و از اظهارات خودش عذرخواهی بکنه. از سوی دیگه استیو مک‌کیب، نماینده عضو حزب کارگر، به این موضوع اشاره کرده که این اظهارات به گفته او نفرت انگیز، نشون میده که قابل قبول نیست دولت‌های غربی هنوز بر این باور باشن که میشه با جمهوری اسلامی مذاکره کرد. از سوی دیگه گروهی از روشنفکران، در واقع اساتید دانشگاه، پژوهشگران و هنرمندان که در خارج از ایران زندگی می‌کنند، در نامه‌ای با محکوم کردن شدید فتوای روح الله خمینی و حمله به سلمان رشدی به این موضوع اشاره کردن که این فتوا عصر حجری و به شدت عقب مانده هست و آزادی بیان رو نقض میکنه. اما از سوی دیگه یاهو نیوز به این موضوع اشاره کرده که دست یافته به یک ارزیابی پلیس نیویورک مبنی بر اینکه تحقیقات اولیه نشون میده هادی مطر ضارب سلمان رشدی همدل و همسو و طرفدار سپاه پاسداران بوده. روزنامه گاردین هم در گزارشی به شهر محل زندگی خانواده هادی مطر در لبنان، شهر یارون، رفته و میگه که در این شهر حضور حزب الله و عکس‌ها و تصاویر زیادی از رهبر جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی به وضوح دیده میشه و شهردار این شهر حاضر نشده با گاردین در مورد خانواده هادی مطر صحبت بکنه و از او خواسته که از اونجا بره. شماری از شهروندان در شهر کر یک هفته پس از قطع مداوم آب در این شهر و روستای اطراف آن امروز مقابل استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با شعارهای ضد حکومتی خواستار پاسخگویی مسئولان شدند. زنان اعتراض های امروز شهر کرد خواستار پاسخگویی مسئولان شدند. این شهروندان میگویند هیچ یک از مسئولان حاضر نشدند رو در رو به مردم پاسخ دهند. ناصر کرمی، اقلیم شناس، بحران بیابی در استانهای چهارمحال بختیاری و کوکیلوی و بویراحمد را ناشی از مدیریت فاجعه بار منابع طبیعی از جمله نابودی پوشش گیاهی، بهره برداری بی حد و مرز از منابع آب زیرزمینی و چرای بی رویه دام ارزیابی می کند.
مسئله قطع آب چهارمحال بختیاری رو میشه به عنوان یک مثال از قهقرای سرزمینی به واسطه سوء مدیریت محیطی میشه قشنگ درس داد توی دانشگاه. آب شهر کرد 60% از چشم کوه رنگ میاد، 40% هم از آبای زیرزمینی بوده، از چاه و اینها. بعد سه تا پدیده رخ داده: یک، به واسطه سالیان طولانی چرای بیروی دام، نابودی پوشش گیاهی و اینها اونجا فرسش خاک رخ داده و اون منابع تغذیه چشمی کوهرنگ به راحتی به اصطلاح به حجم زیادی از خاک رو هر بار با هر بارش، به خصوص بارش های شدید سیلابی، میشورن و با خودشون وارد اون منبع تغذیه چشمه میکنن. این یک موردیه که باز میگم که شما چرای بیروی دام و بحث نابودی پوشش گیاهی و اینها. از اون طرف به واسطه بهره برداری بیرویه و غیر مجدد، یعنی بهره برداری بیشتر از امکان ریشارژ و اصطلاح تغذیه مجدد آبهای زیرزمینی، اون آبخانه‌های اولی شهر کرد و اون بسیار تأمین کننده آب شهر کرد، اونها هم افت کردن. این دو تا پدیده. پدیده سوم اینه که تأسیسات و سرمایه‌گذاری هایی که برای تصفیه آب بوده کافی نبوده و پوسیده است و جوابگو نیست یا کافی نبوده. از طرف دیگه مصرف آب هم به اصطلاح خیلی غیر بیرویه، مثل همین شهرهای دیگه ایران اونجا بالاست. مجموعه حالا اخیراً چی شده؟ یعنی این مجموعه عوامل باعث میشه که اساساً شهر کرد جایی باشه که اون نزدیک سرچشمه پرآبترین و بزرگترین رودهای ایرانه، ده رود، کارون، از هر جای یک چشمه میدوشه ولی شهر آب نداره. این به خاطر این بوده. الان میگن که به واسطه همین بارش های اخیری که بوده گلالودگی چشمه کوهرنگ که 60% آب شهر رو تامین میکنه اونقدر افزایش پیدا میکنه که اصلا ورودش به تصفیه خانه باعث از کار افتادن تصفیه خانه میشه. این تصفیه خانه اصلا نمیتونه، فرض کنید به جای اینکه آب وارد اونجا بشه که به خاطر با یه تصفیه کوه مختصر حالا به آب کابل آب شرب تبدیل بشه، عملا یک جریانی از گل هست که داره وارد میشه. از اون طرف هم که عرض کردم چاها هم جواب نمیدن. این باعث شده، الان هم نیست فقط هم، پارسال هم بوده، چند ماه پیش هم بوده، مکرر شهر کرد تبدیل شده به یک و کل استان چهارمحال بختیاری و کرکیلو و رمد تبدیل شده به یک منطقه‌ای که کاملا آسیب پذیر هست در برابر این مسئله آب. در ادامه خبر 50 اصر با هم نگاهی خواهیم داشت به حکم دادگاه تجدید نظر دادخواهان سلامت. حکم سنگین زندان و محرومیت اجتماعی این گروه عیناً تایید شده. با ادامه خبر 50 اصر همراه شما هستیم. مروری بر مهمترین عناوین خبری. پاسخ مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به پیشنهادهای برجامی ایران. جوزف بورل میگوید پاسخ شفافی نگرفتیم. وبسایت شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد مذاکرات وقت تلف کردن است. اعتراض مردم شهر کرد به بیکفایتی مسئولان جمهوری اسلامی. شهر کرد بیش از یک هفته است آب آشامیدنی ندارد. صدور حکم دادگاه تجدید نظر دادخواهان سلامت. حکم سنگین زندان و محرومیت اجتماعی این گروه عیناً تایید شد. و همزمان با گزارش‌ها از کسری بودجه 150 تریلیون تومانی دولت در 4 ماه اول سال، روزنامه دولتی ایران اعلام کرد اعطای کوپن بار مالی دولت را افزایش می‌دهد. مصطفی نیلی وکیل دادگستری با انتشار تصویر حکم دادگاه تجدید نظر دادخواهان سلامت گزارش داد حکم سنگین زندان و محرومیت اجتماعی این گروه عیناً تایید شده است. اعضای این گروه از جمله هادی محمودیان، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمد رضا فقیهی و مریم افرافراز قصد شکایت از علی خامنه‌ای به دلیل سوء مدیریت در بحران کرونا را داشتند که پس از ثبت شکایت از علی خامنه‌ای در دستگاه قضایی ایران بازداشت شدند. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو ما را همراهی می‌کنند. آقای حسینی، پیش از هر چیزی از شما بشنویم درباره حکم این افراد و تایید عینی این حکم، چه چیزی نهایتاً منجر به صدور این حکم شده؟ من فقط دو نکته رو که تذکر و در واقع اصلاح بکنم. آقای محمودیان، مهدی محمودیان هستند، در خبر آمد که هادی محمودیان. من نکته دوم همین که شما، نکته دیگر همین است که پس از اینکه این افراد بازداشت شدند، دو وکیل دادگستری این شکایت رو ثبت کردند که خب البته هیچ اتفاقی از اون از زمان ثبت این شکایت تا به حال نیفتاده. منتها اون چیزی که مهم مقابل توجه است در این حکم صادره این است که این افراد
متهم شدند به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور. در متنی که ارائه شده در این رأی مکرر گفته میشه که این افراد انگار قصد داشتند خطدهی بکنند به خارج از کشور. از وکیل دادگستری دیگری به نام سعید دهقان نام برده میشه که او به هر حال در خارج از کشور است و فکر میکردند که او در واقع که تلاشی میکنه برای اینکه این مسئله رو بخواد رسانه ای بکنه. همین رسانه ای کردن باز در موارد دیگر مطرح شده، اینکه نام آقای خامنه ای برده بشه. از قول این افراد نقل شده که گفتن باید نام آقای خامنه ای بیاد و مصلحت اندیشی نشه، و خود آقای نیلی ازش نقل شده که گفته است که این شکایت رو برای ثبت در تاریخ در واقع ارائه می کنند. مجموعه اینها که البته هیچ کدوم هم روشن نیست که کجاش میتونه به عنوان جرم در واقع خوانده بشه و تلقی بشه، باعث شده که در واقع دادگاه تجدید نظر رأی شعبه 29 رو، رأی دادگاه بدوی رو عیناً تایید بکنه برای متهمان 4 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت. حالا اون در واقع افرادی که وکیل هستند محروم از وکالت، آقای محمودیان محرومیت از فعالیت رسانه ای، تا میرسد به خانم در واقع افرافراز که 95 روز حبس برای او بریده شده بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر. همونطور که شما هم اشاره کردید آقای حاجی حسینی، در واقع دلیل یک چنین حکمی شکایتی بوده که ثبت شده از سوی این دادخواهان سلامت علیه علی خامنه ای برای عدم ورود واکسن کرونا به ایران و مرگ بسیار بسیار تعدادی از شهروندان ایرانی. آیا اصلا منطقی هست که به دلیل ثبت یک شکایت چنین حکمی ثبت صادر بشه؟ مسئله همین است که این افراد رو در یک حریم قدسی قرار داده جمهوری اسلامی. آقای خامنه ای رو به طور مشخص نه کسی، نه شهروندی اجازه داره که ازش انتقاد بکنه، نه میشه در واقع او رو در مقام پاسخگویی نشان، در حالی که او به عنوان ولی مطلق فقیه مسئولیت مطلقه داره، اما به هیچ عنوان در مقام پاسخگویی قرار نمیگیره. یک نکته دیگری هم که در اینجا در واقع وجود داره این است که این افراد، این پرونده برای این پیگیری شده است که حاضر نشدند تعهد بدن که از این شکایت صرف نظر میکنند. در این راه در واقع بازجویی های سخت از اونها شده، به انفرادی برده شدند، اما در نهایت ایستادگی کردند، پای این شکایت ایستادند و خب حالا هم میبینیم که قوه قضاییه در واقع تقاص این ماجرا رو به این ترتیب بست داره که از اونها بگیره. بسیار سپاسگزارم از استودیوی شما رضا حاجی حسینی، روزنامه نگار از مالمو سوئد. تصاویر زنده میبینیم از مسیری که مسیر راهپیمایی اعتراضی مهرزاد زارعی هست از آرامگاه فرزندش در تورنتو به سمت دفتر نخست وزیر کانادا. مهرزاد زارعی پدر آراد زارعی یکی از کشته شدگان سانحه هواپیمایی اوکراینی است که هدف خودش از این هواپیمایی رو قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی دولت کانادا عنوان کرده. در تصاویر مهرزاد زارعی پدر آراد زارعی رو می‌بینید در حال پیاده روی از سمت مزار پسرش در تورنتو به سمت دفتر نخست وزیری کانادا. حالا چند خبر دیگر از سایر کشور جهان رو با هم مرور میکنیم. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در جریان یک سفر رسمی به آلمان شب گذشته وارد برلین شد. قرار است او امروز با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان دیدار و درباره آخرین تحولات مربوط به فلسطین گفتگو کنند. در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه آینده میلادی منابع خبری میگویند درخواست به رسمیت شناختن فلسطین برای عضویت کامل در سازمان ملل احتمالاً یکی از محورهای گفتگوهای طرفین باشد. محمود الزهار از مقامات ارشد حماس در نامه‌ای از دفتر سیاسی این گروه استعفا داده است. او در این نامه دلیل استعفا را مسائل شخصی و خصوصی عنوان کرده. الزهار پیشتر به دلیل آشکار کردن جزئیاتی درباره تحویل 22 میلیون دلار پول نقد در سفر هیئتی از حماس به تهران خبرساز شده بود.
یک سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد روسیه برای بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نیروگاه هسته‌ای ژاپروژیا شرط تعیین کرده است. با این حال این مقام سازمان ملل گفته این نهاد از ظرفیت لوجستیکی و امنیتی لازم برای بازدید بازرسان آژانس از نیروگاه ژاپروژیا برخوردار است. اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی ایران در عراق که قرار بود روز شنبه انجام شود به تعویق افتاد. مقتدی صدر رهبر جریان صدر در پیامی گفته این کار برای خونسا کردن توطئه گروه‌های مورد حمایت ایران انجام می‌شود. یک مقام عراقی به میدل ایست آی گفته تعداد سلاح‌های وارد شده به منطقه سبز بغداد در دو هفته گذشته بی‌سابقه بوده. همزمان هوشیار زیباری از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق نسبت به وقوع درگیری بین گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران و جریان صدر هشدار داد. ترسک صادقی همکار من از اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق ما رو همراهی میکنه. برای ما بگو ترسک از دلایل تعویق افتادن اعتراضات روز شنبه. پریسا وضعیت اینجا واقعا پیچیده است. قرار بود که روز شنبه اعتراضات گسترده مخالفان جمهوری اسلامی ایران برگزار بشه. از سرتاسر عراق مردم خودشون رو داشتن هماهنگ شده به منطقه سبز بغداد میرسوندن. البته هنوز هم تحصن اونجا ادامه داره، ولی خب مقتدی صدر امروز اعلام کرده که به خاطر اینکه جلوگیری بکنه از یک توطئه شوم، اسم یعنی در بیانیه‌های مختلفی که منتشر شده از جانب صدر و وزیر اون، اسم نوری المالکی، قیس خزعلی و عمار الحکیم برده شده، اونها رو سپایه یا یک ائتلاف سه جانبه شوم برای عراق خوندن. اینطور که ناظران من دارم پیگیری میکنم در عراق میگن احتمالاً گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، خصوصا این گروه‌ها به دنبال ایجاد یک درگیری مسلحانه بودن. در روزهای گذشته یکی دو مورد اتفاق افتاده در بصره و چند شهر دیگر عراق، ترورهای صورت گرفته بود و از طرف دیگه خود مقتدی صدر هم غیر مستقیم اشاره کرده به اینکه نمیخوان عراق وارد یک درگیری بشه، به همین دلیل این تصمیم رو گرفته. معلوم نیست که این اعتراضات کی دوباره برگزار خواهد شد، ولی خب گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هم گفته بودند که همزمان با اعتراضات روز شنبه اونها هم به مقابل منطقه سبز بغداد خواهند رفت. در هر صورت وضعیت اینجا بسیار پیچیده هستش و همچنان ناظران پیش بینی میکنن که درگیری بین جریان های شیعه اتفاق بیفته. از توضیحاتت ممنونم همکارم ترسکه صادقی که از اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق با ما همراهی میکرد. حالا با هم نگاهی داشته باشیم به رسانه های اجتماعی ورزشی. مهشید دادبه اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه تا از اون چه که در رسانه اجتماعی ورزشی میگذره برای ما بگه. مهشید. پریسا، امروز هم من دو تا موضوع دارم مثل همیشه. یکی همونطور که خودت هم میدونی تیم ملی والیبال زنان ایران در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی مدال نقره گرفت که این بسیار واکنش برانگیز شد، و همچنین برد مریم شیخ علیزاده و مدال نقره‌ای که در همین رقابت‌ها کسب کرد در زیر پرچم کشور آذربایجان هم واکنش بسیاری رو به همراه داشته. نگاهی کردم به برخی از اونها، موافقی بریم و نگاه کنیم به اون چیزایی که براشون امروز انتخاب کردم. تیم ملی والیبال زنان ایران در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی بعد از 56 سال مدال نقره کسب کرد و بردش واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به همراه داشت. پیش از مرور واکنش‌ها از شما دعوت می‌کنم تصاویری از اهدای مدال به تیم ملی والیبال زنان ایران رو ببینید. بعد از 56 سال والیبال زنان ایران به یک مدال در یک رقابت رسمی دست پیدا میکنه. آخرین بار 1966 بازی‌های آسیایی بانکوک تیم ایران مدال برنز گرفت و حالا اینجا در سال 2022 در پنجمین دوره مسابقات کشورهای اسلامی این اتفاق در تاریخ والیبال زنان ایران ثبت میشه. بریم سراغ واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این برد. صاحب این توییت با اشاره به قوانین دست و پاگیر و حجاب اجباری برابر تیم والیبال ترکیه گفته باختیم ولی چیزی از ارزشامون کم نشد. همچنین نوشته تازه اگر امکانات و آزادیمون در حد ترکیه بود حرفای زیادی برای گفتن داشتیم.
بریم سراغ کاربر بعدی. این کاربر هم با انتشار عکسی از بازیکنان دو تیم والیبال زنان ترکیه و ایران توییت زده هر دو کشور این بازیکنان والیبال زنان مسلمان هستند، اما کشور بالایی آخوند نداره که با دیدن موی سر زن تحریک بشه. و این کاربر هم زیر پستی که در اینستاگرام ورزشی ایران اینترنشنال به اشتراک گذاشته شده میگه با این پوشش سخت نمیتونن قشنگ بدوئن نه نفس بکشن به خاطر عرق کردن زیاد بر اثر پوشش. نظر این کاربر رو هم با هم بشنویم که نوشته یادمون باشه که دختران ایران با اون پوشش نامتعارف که همیشه درد سرسازه دوم شدن و در ادامه مسئولین رو مخاطب قرار داده و این سالن‌ها رو به سونا تشبیه کرده که قدرت و بنیه ورزشکار رو میگیره و گفته کلافه شدن دختران و بیحالی اونها از چهره های پر استرسشون کاملا پیداست و در پایان اضافه کرده التماس کمی تفکر از مسئولین. این کاربر هم تیم والیبال زنان ایران رو تحسین و اشاره کرده با امکانات زیر صفر نتیجه گرفتن هنره. این کاربر هم با اشاره به پخش تلویزیونی این دیدار گفته کل مسئولین مربوطه و غیر مربوطه ورزش والیبال بانوان تو سالن این بازی رو از نزدیک دیدن، ولی مردم ایران از تلویزیون نباید میدیدن چون دیدن بدن بانوان حرامه. از مدال نقره تیم والیبال زنان ایران در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی بگذریم و بریم سراغ مدال نقره مریم شیخ علیزاده، شناگر ایرانی که در همین رقابت‌ها زیر پرچم کشور آذربایجان افتخار آفرید. برد شیخ علیزاده واکنش بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی رو برانگیخت. تصاویری که از مسابقه‌اش و اهدای مدالش براتون انتخاب کردم و با هم می‌بینیم و بعد در ادامه با ادامه واکنش‌ها با شما خواهم بود. بروی کنیم به واکنش ها به برد شیخ علیزاده. اروین زیر پستی که در اینستاگرام ورزشی ایران اینترنشنال به اشتراک گذاشته شده نوشته چقدر غم انگیز پرچم کشورمون رو دوشش نیست و چقدر خوشحالی داره که تونسته به موفقیت برسه. نظر حامد رو هم بشنوید که میگه بدترینش اینه که استعدادها و ورزشکارای درجه یکمون باید با پرچم کشورهای دیگه ببینیم. این کاربر هم از خوشحالی و در عین حال ابراز خوشحالی و در عین حال اظهار تأسف کرده برای از دست دادن سرمایه ها به خاطر کوته فکری خیلی ها. نظر این کاربر رو هم بشنوید که زیر همون پست نوشته ایران چه جوابی برای زنانش دارد؟ این مسابقه کشورهای اسلامی بود، پس چرا پوشش آنها آن گونه و ما این گونه؟ ما مسلمانیم و یا آنها؟ و اگر هم هر دو مسلمانیم پس چرا ما مثل آنها نیستیم؟ کاربری هم به اسم پرویز معتقد بانوان در همین جمهوری اسلامی با حجاب در تمام رشته ها شرکت می کنن، یک لباس شنا طراحی کنن، برن در شنا هم شرکت کنن، کاری نداره، اینا که بلد هستن، پس یواش یواش در همین رشته هم در مسابقات شرکت می کنن. نگران نباشید. برمیگردم به تو پریسا. ممنونم از تو مهشید دادبه که رسانه های اجتماعی ورزشی رو بررسی می کردید. همزمان با گذشت یک سال از سقوط کابل، رسانه‌های حکومتی ایران خروج آمریکا از این کشور را یک دستاورد خواندند. شبکه خبر گزارش داده مردم افغانستان سال روز شکست آمریکا در کشورشان را جشن می‌گیرند. تسنیم هم به نقل از گلبدین حکمتیار نوشت سقوط نظام حاکم بر افغانستان یک حرکت مثبت و خروج اشغالگران یک دستاورد بود. این در حالی است که طالبان پس از به قدرت رسیدن قانون اساسی را لغو و محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان و آزادی بیان وضع کردند. جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی با ما همراهی می‌کنند. آقای رجبی، رسانه‌های ایران در سالگرد سقوط کابل به جای اشاره به این موضوع در واقع از دستاورد خروج آمریکا از افغانستان استفاده می‌کنند. به چه دلیل این کار انجام میشه؟ سلام خدمت شما و همه مردم ایران. اگه
اگر یک مروری بکنیم به واکنش ها و نوشته ها و صحبت های رسانه ها و مسئولین ایران در سالگرد آمدن طالبان، ما رگه های سیاست خارجی ایران رو در اونها میبینیم. باید به چند تا از اینها اگر اشاره بکنیم، یکی مثلا ایرنا تیتر میزنه اخراج مفتزهانه آمریکا به دست مجاهدین، حالا توی متنش میاره. از اونور باشگاه خبرنگاران میاد که بعد از طالبان بازسازی شروع شده. اما مهمتر از همه صحبت‌ها کاظمی قمی بوده. شما وقتی که صحبت‌های کاظمی قمی رو نگاه می‌کنید، می‌بینید که اولا هیچ اشاره‌ای به این موضوعی که الان افغانستان در چه وضعیت معیشتی و چه مشکلات بدی هست نمی‌کنه. اشاره‌ای به مشکل زنان و محرومیت زنان نمی‌کنه. حتی اشاره‌ای به حمله‌های پی در پی طالبان به افسران مرزی ایران نمی‌کنه. از اون سمت میاد میگوید که تازه بعد از خروج آمریکا مردم افغانستان شروع کردن زندگی بکنن. حتی عجیب‌تر اینه، میگه اگر مشکلاتی هم امروز وجود داره به خاطر وجود جاسوس‌های آمریکاست. در جای دیگه ای آقای قمی میاید و میگوید که دولت قبلی افغانستان دولت قانونی نبوده، وجاهت قانونی نداشته و یعنی داره میگه که یعنی طالبان خیلی بهتر از اون قدرت است. یعنی داریم این رو به ما این صحبت ها و این گفتمان ها نشون میده که ایران واقعا داره روی طالبان، تطهیر طالبان. ما همون پارسال هم دیدیم که چگونه بعضی از مسئولین ایران آمدن و طالبان رو تطهیر میکردن. امروز داریم میبینیم که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه طالبان رو به خودش بیشتر نزدیک بکنه، چشمش رو ببنده روی واقعیت‌های افغانستان به خاطر اهدافی که داره. مثلا کلمه‌ای در مورد مقاومت مردم صحبت نمیکنه. آقای رجبی، از در واقع از تطهیر طالبان توسط جمهوری اسلامی گفتین، یک واپسگرایی مشترکی دیده میشه در هر دو حکومت نسبت به شهروندانشون. این رویکرد مشترک و این راهبرد مشترک با مردم هر دو حکومت رو چطور میبینید؟ ببینید، حکومت طالبان خیلی شبیه حکومت ایرانه. یعنی اگر 200 مدل حکومت در جهان وجود داشته باشه، شبیه ترین حکومت طالبانه، چون ریشه اونها یکیه. اسلام سیاسی، اسلام اخوانی بسیار شبیهه. شاید واقعا آرزوی سران جمهوری اسلامی اینه که یک چیزی شبیه طالبان داشته باشن، اما افکار عمومی امروز این اجازه رو به اونها نمیده. اما این حکومت و این جمهوری اسلامی همون کار رو میکنه که طالبان داره میکنه و طالبان گذشته جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی آینده طالبانه. سپاسگزارم از توضیحات شما جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی. امشب بیننده برنامه امروز هم باشید. همکارانم در این برنامه به بررسی پاسخ مکتوب جمهوری اسلامی به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام می‌پردازند که بنا به اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، بعید به نظر می‌رسد رضایت طرفین اروپایی و آمریکایی را تأمین کند. برنامه امروز ساعت 22 به وقت ایران با سیما قیاسی. کاملیا پور کتابی تا دقایقی دیگر با شما خواهد بود با بخش اقتصاد و بازار. تا فردا 5 است، وقت شما خوش.